رمضان المستبين جاء بالنور المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج من. سورة مباركة أعراف را سورة أعراف ميقوين بإن خاطر كدر إن ذكر أعراف آمده. در یک بخش این سوره که اون بخش قابل توجه است ذکر اعراف آمده. اعراف چیه؟ قرآن مجید و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم توضیح زیادی درباره اعراف ندادند، فقط همین قدر معلوم میشه که اعراف دیواری هست بین جهنم و بین بهشت که بسیاری از انسانها اونجا قرار دارند، در قیامت اونجا قرار دارند بر اون دیوار. که از آیات قرآن مجید معلوم میشه که بالاخره اونها از اون اعراف و از روی اون از اون محل اعراف و اون جایگاهی که در اون دیوار دارند منتقل میشوند و به بهشت میروند. آخر نهایتا اینها به بهشت میروند. حال اینا چه کسانی هستند؟ والله اعلم. بگو مگو در تفاسیر زیاد است که بیشتر معتقدند اینها کسانی هستند که حسنات و سیئاتشون برابر است، گناه و ثوابشون برابر است، نیکی و بدیشون برابر است، لذا جانب نیکیشون قوی نیست که به بهشت بروند، بدیشون هم قوی نیست که به جهنم بروند، به اونجا در اعراف قرار دارند. و بعضی اقوال دیگه نوشتن، تفصیل بیشتری نیست که این دیوار چه اندازه هست، اینها تا کی میمانند، تا چه مدت میمانند. الله عز و جل بیشتر این مطلب را باز نکردند، همین اندازه هست. و ربط این سوره با سوره گذشته، با سوره انعام، در سوره انعام بیشتر اجتناب از شرک فعلی بود و از شرک اعتقادی بود، لذا الله عز و جل ربط اسمی اینه که می فرماید اگر شما از اون نظر کردن و نیاز کردن انعام برای غیر الله بپرهیزید، شرک فعلی نکنید، الله عز و جل نه تنها اینکه شما را از جهنم نجات میده، بلکه از اعراف که جای کسانی هست که بلا تکلیف هستند، از اعراف هم شما را الله عز و جل نجات میده. این ربط اسمی هست. اما ربط معنوی، ربط های زیادی بیان شده در سوره های گذشته، هم در سوره انعام و هم در سوره مائده. ما نفی دو نوع شرک خواندیم، رد دو نوع شرک خواندیم، شرک اعتقادی و شرک فعلی. حال در سوره، در هر دو سوره همین را با دلائل خواندیم. در سوره اعراف الله عز و جل می فرماید حال که مسئله روشن شد، واضح شد که این همه شرک ها باطل هستند، مردود هستند، لذا الان این مسئله را واضح و روشن با تمام قوه و با تمام توان تبلیغ بکنید و به اشاعه آن بپردازید بدون خوف و خطر، و در دل خودتون هیچ تنگی را راه ندهید. فلا یکن فی صدرک حرج من. در دل شما هیچ حرجی و هیچ تنگی نسبت به این مسئله نباشد. لذا در این سوره مبارکه گویا اون موضوع بیان میشه. و ربط دیگر اینه که در رابطه با همین مسئله توحید، دلائل عقلیه شما خواندید بیشتر، هم دلائل عقلیه بود، هم دلائل عقلیه اعترافیه بود، هم عقلیه محض بود، هم دلیل وحی بود، و فقط یک دلیل نقلی خواندید در سوره انعام. حال در سوره اعراف از آیه شریفه ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، از اونجا به بعد
الله عز و جل شش دلیل نقلی تفصیلی از انبیاء بزرگوار ذکر می فرماید. پس اینجا برای اثبات همون مسئله و برای نفی شرک شش تا دلیل از انبیاء مختلفی در این سوره مبارکه بیان میشه. خب الله می فرماید الف لام میم صاد، این از مقطعات است، متشابهات است. الله اعلم بمراده، نؤمن به و لا نسأل عن کیفیته. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج من. کتاب ای هذا کتاب، این کتاب، این کتاب اشاره آیا به کل قرآن مجید است؟ بعضی مفسران همین میگویند و بعضی میگویند که اشاره به این سوره هست، این سوره مراد هست. این سوره، در این سوره مواردی هست، مکتوبی هست که انزل الیک، نازل شده به سوی تو، یعنی فرائض الهی نازل شده. فلا یکن فی صدرک حرج من، نباشد در سینه شما حرجی از آن، تنگی از آن، نسبت به آن هیچ تنگی نباشد. لذا یعنی در دل خودت هیچ شک و شبهه جا نده. اون مشرکین بودند که شما دیروز خواندید، هرچی آیات نازل میشه سینه اونها تنگتر میشه، که انما یصعدو فی السما، گویه داره به آسمان میره و بالا میره. لتنذر، حکمت انزال، چرا الله عز و جل این کتاب را نازل فرموده؟ لتنذر بهی، تاکی به وسیله این انذار بکنی، به وسیله این بترسانی، و ذکرا للمؤمنین، و پندی هست این قرآن برای مؤمنین، تذکری هست برای مؤمنین. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اون فریضه رسول بود، نه لتنذر بهی، به وسیله این قرآن انذار کن، به وسیله این قرآن بترسان. و این فریضه امت است، بعد از فریضه رسول فریضه امت بیان میشه. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، شما پیروی کنید، شما دنبال کنید، ما انزل الیکم من ربکم، آنچه که نازل شده به سوی شما از جانب ربتان. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، فریضه دوم امت، و ای بندگان من شما دنبال نکنی بغیر از الله دیگران را به عنوان ولی و حامی. غیر از خدا کسی حامی شما نیست. اولیاء جمع ولی هست، ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، منظور معبودان باطله، آلهه باطله، اینها ولی شما نیستند، اینها حامی شما نیستند، اینها نمی توانند از شما حمایت کنند، شما را پشتیبانی بکنند. قلیلا ما تذکرون، بسیار کم است آنچه که شما پند میگیرید. با وجود دلائل کم متذکر میشید، کم متوجه میشوید. و کم من قریه اهلکناها فجاءها باسنا بیاتا. بعد از این وظیفه و فریضه الله عز و جل تخویف دنیوی بیان می فرماید، یعنی کسانی که به فریضه خودشون عمل نمی کنند منتظر سرنوشتی باشند که برای امتهای گذشته آمد، برای ملتهای گذشته آمد. و کم من قریه اهلکناها، چقدر از قریه ها را که ما هلاک کردیم، فجاءها باسنا بیاتا، آمد پیش آنها عذاب ما به وقت شب آمد، او هم قائلون، یا اینکه آنها قیلوله می کردند. قائلون یعنی به وقت ظهر قیلوله می کردند، استراحت می کردند، ای مستریحون نصف النهار. لذا عذاب ما در وقت غفلت آمد، در وقت خوابشون آمد. خیلی امتها بودند که عذاب بر آنها چنین آمد، اما وقتی که عذاب آمد اونها به وقت عذاب چی گفتند؟ اون جمله ایشان واقعا جالب و
قابل تعمق است. الله می فرماید وقتی که عذاب آمد اونها فقط اعتراف به جرم کردند، اعتراف به گناه و به شرکشان کردند. فما کان دعواهم اذ جاءهم بأسنا، نبود ادعای اونها یا دعای اونها، دعای اونها، تضرع اونها وقتی که عذاب ما آمد نبود الا ان قالوا، مگر گفتند انا کنا ظالمین، همانا ما ظالم بودیم ای مشرکین. از ابن عباس، ابن عباس میگه اونها به وقت عذاب اقرار کردند که خدایا ما شرک کردیم، ما مشرک بودیم. فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين. این در دنیا بود اون چی که خواندید، که عذاب آمد اونا اقرار به شرک خودشون کردن. اما در آخرت این تخویف اخروی هست. فلنسألن الذين ارسل اليهم، ما حتما سؤال می کنیم، می پرسیم آنهایی را که ارسل الیهم، به سوی آنها فرستاده شد، یعنی اونهایی که انبیا فرستاده شدن به سوی آنها، اونها را سوال می کنیم، بنویسید توبیخن که چرا شما به سخنان پیامبران ما توجه نکردید. ولنسألن المرسلین، و ما حتما مرسلین را هم می پرسیم، پیامبران را هم می پرسیم. بنویسید تلطفن، سوال امتها توبیخن، اینجا تلطفن با لطف و با مهربانی الله عز و جل از انبیا می پرسد که ای بندگان مقرب من، آیا اینها اجابت کردند؟ آیا اینها از شما حرف شنوی داشتند؟ فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. الله می فرماید ما حتما بیان می کنیم بر آنان، به علم، از روی علم و آگاهی. منظور اینه که خدا می فرماید خود ما تعریف می کنیم که انبیا چی گفتن، شما چه جواب دادید، شما چه پاسخی دادید. لذا الله می فرماید فلنقصن، ما قصه می کنیم، تعریف می کنیم همه اعمال را بر آنان از روی علم. و ما کنا غائبین، ما غائب نبودیم. این صفت الله هست که همیشه تأکید دارم روی این که هر جا حاضر و ناظر است و غائب نیست، بر اعمال بندگان ناظر است که بندگان چه عملی انجام می دهن. الله می فرماید والوزن یوم اذن الحق، وزن در آن روز حق است. وزن یعنی ترازو، ترازو که الله عز و جل می گذارد برای عقاید و اعمال. زیر والوزن شما بنویسی عقاید و اعمال، وزن عقاید و اعمال هر دو حق هست. ببینید عقاید و اعمال به این جهت و به این دلیل عرض می کنم که در رابطه با مشرکین می آید که الله می فرماید فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا، برای آنان روز قیامت ترازوی قائم نمی کنیم، برای اونها ترازوی و قائم نمی کنیم. از این معلوم میشه بعضی فکر می کنند که پس این وزن فقط برای کی هست؟ برای مؤمنین هست، اعمال اونها وزن میشه. اما اینطور نیست، اصل ترازو دو تا ترازو هست، یکی ترازوی عقاید است، اول ایمان را وزن می کنند. چنانچه شما در حدیث خواندید که لا اله الا الله وقتی که بر یک کفه ترازو گذاشته بشه تمام دنیا بر کفه دیگر لا اله الا الله وزنی تره، به این معنی که ایمان قوی تره، ایمان وزنش بیشتره. پس اول وزن چی هست؟ وزن ایمان است. اونجا برای مشرکین ایمانشون ابتدا وزن میشه، بعد از اینکه از نظر ایمان کم میارند، هیچی ندارند، چون اونا شرک دارند، اونا کفر دارند، اونا ترازویشون، ترازوی وزنشان سبک هست. لذا بعد از اون الله عز و جل چیکار میکند؟
برای اعمالشون ترازوی قائم نمی کند. پس اون آیه شریفه که می فرماید فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، در روز قیامت برای اونها وزنی ما قائم نمی کنیم، مراد از اون وزن اعمال است و اون وزنی که حق هست و می فرماید در اون روز اون وزن خواهد بود چنانچه در اینجا هست. وزن چی هست؟ عقیده هست. پس عقاید اونها چی؟ بر ترازو گذاشته میشه. اما وقتی که ایمان نداشت بعدن اعمالشون برباد است. الله تعالی میفرماید که والذین کفروا اعمالهم کسراب، کسانی که کفر کردن اعمالشون مثل سراب است. سراب همون ریگی که از دور میدرخشد، فکر میکنی آب است، اونجا میری میبینی آب نیست، از تشنگی میمیری. لذا اینا فکر میکنن مثل همون سراب که عمل دارن. وقتی که در قیامت میاین تنها فجعلناه هباء منثورا، اعمالشون تبدیل به غباری شده که پراکنده شده و همه رفته، هیچی برایشون باقی نمانده. پس این وزن اول وزن عقاید است، بعدن وزن عمل است. والوزن یومئذ الحق، وزن در آن روز حق است، میزان ترازو حق است. فمن ثقلت موازینه، هر کسی که میزانش نامه اعمالش سنگین باشد، یعنی اون کفهی که نامه اعمال گذاشته میشه، فاولائک هم المفلحون، این انسان های رستگار هستن، انسان های کامیاب هستن. و من خفت موازینه، اما اون انسانی که میزان اعمالش سبک باشد، اون عملی داشته نباشد، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اینها کسانی هستن که نفسشان را خودشان را در خساره واقع کردند، در ضرر و زیان انداختند. این آیت داشته باشید چی وزن میشه. ببینید اعمال در همین دنیا نه دیده میشوند نه مجسمند، عرض کنم نه وزن دارند. هیچ کسی، شما تا به حال نماز کسی را دیدید؟ از نظر وزن که ما بخوایم نمازها را وزن بکنیم، چی وزن میشوند؟ کدوم عمل اونجا وزن میشه؟ اعمال جز اعراض هستند به قول منطقی ها، و اعراض قابل وزن نیستند. لذا در گذشته مفسرین هر یکی یه چیزی گفته. بعضی گفته که همین اعمالشون در صحیفه ها نوشته میشه، در اعمالنامه نوشته میشه، در اوراق نوشته میشه، اون اوراق بر ترازو گذاشته میشوند. و قال بعضهم توزن صحائف الاعمال، وزن میشه صحیفه عمل، المکتوب فيها الحسنات والسيئات، که اینجا چقدر حسنه انجام داده، ها اونه که نوشته میشه حسنات و سیئات. خب اونه که حسنات هستند اون برگها را در یک کفه دیگه میگذارن، سیئات را در یک کفه دیگه میگذارن. اما بعضی مثل عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میفرماید که اعمال انسان ها مجسم میشه، یعنی به جسمی در میاد و اون جسم بر ترازو گذاشته میشه. قال ابن عباس یؤتى بالاعمال الحسنه على صوره حسنه، اعمال حسنه به صورت حسنه گذاشته میشه. و بالاعمال السیئه، اعمال سیئه علی صورت قبیحه، به صورت زشتی گذاشته میشه. فتوزع فی المیزان، در میزان و در ترازو گذاشته میشه. این تفسیر خازن نوشته. شما خواندید که مثلا همین مالی که انسان زکاتش را نداده، خب زکات ندادن یک عمل بدی هست. این تبدیل میشه به چی؟ به یک اژدها که روز قیامت به گردن انسان خود را میپیچید. ببینی پس این عمل تبدیل به چی شد؟ به مار شد. همچنین اعمال دیگر تبدیل میشن به شکلهای دیگر، اعمال خوب به شکل خوب، اعمال بد به شکل بد. خب این نظر و دیدگاه مفسران در گذشته هست، اما امروز علم و پیشرفت علم این مسئله را حل کرده. امروز نمیشه گفت که اعراض وزن نمیشن، امروز میبینیم که اعراض وزن میشوند.
بسیاری چیزها هستند که دیده نمی شوند. الان هوا را شما می بینید؟ هوا را شما نمی بینید، ولی هوا را وزن می کنند، یعنی مقدار هوا را مشخص می کنند. دماسنج عرض کنم که مشخص می کنه که چه اندازه گرمه، چه اندازه سرده. هوا از نظر گرمی 30 درجه هست، 20 درجه هست، 10 درجه هست. ببین هوا دیده نمیشه در حالی که وزن میشه، یعنی سنجیده میشه. بدن شما، حرارت بدن شما به وسیله اون دستگاه دماسنج، تبسنج مشخص میشه که شما 30 درجه تب دارید یا 20 درجه دارید. خب اون تب مگه دیده میشه؟ پس پیشرفت علم داره حل میکنه این مسائل را، که این همونطور که حرارت بدن شما چی میشه به وسیله اون دستگاه سنجیده میشه، همچنین تقوای درون شما را الله عز و جل روز قیامت در میاره که چه اندازه هست، اخلاص شما را در میاره، حسنات شما را در میاره، و خدای نکرده سیئات را هم الله عز و جل در میاره. پس امروز این مسئله حل هست. برای الله هر ناممکن چیه؟ ممکن است. لذا الله می فرماید و من خفت موازینه، اما اون انسانی که سبک باشد موازینش، وزن اعمالش، فاولئک الذین خسروا انفسهم، این افراد، این انسان ها کسانی هستند که در خساره واقع کردن خودشان را، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، به سبب اینکه اینها بودند نسبت به آیات ما ظلم کردند، حق تلفی کردند، یعنی نسبت به آیات حق تلف بودند و حق آیات را ضایع کردند، از آیات خوب بهره نگرفتند، خوب استفاده نکردند. ولقد مکناکم فی الارض وجعلنا لكم فیها معایش قلیلا ما تشکرون. در آیات گذشته ما هم وظیفه رسول را خواندیم، فریضه رسول را و هم فریضه امت را، که در مقابل رسول باید چیکار کنید؟ اتبعوا ما انزل الیکم، شما پیروی کنید، ولا تتبعوا من دونه اولیاء. خب حال الله عز و جل فرمود که شما از کتاب من پیروی بکنید و از خدایان خود ساخته شما پیروی نکنید، از ربتون پیروی بکنید، به چه دلیل؟ از اینجا به بعد نعمتهای خدا ذکر میشه، به دلیل این همه نعمت که من بر شما عنایت داشتم، به دلیل این همه احسانات که من بر شما احسان کردم. الله می فرماید ولقد مکناکم فی الارض وجعلنا لكم فیها معایش، همانا ما تمکین دادیم شما را در زمین، یعنی قدرت دادیم، قدرت دادیم در زمین. انسان چقدر روی این زمین قدرت داره؟ واقعا هیچ کسی مثل این انسان قدرت نداره. این انسان این زمین را پاره میکنه، زمین را میشکافه، برای خودش راه درست میکنه، برای خودش در همین زمین کشت و زراعت میکنه، این زمین را سوراخ میکنه، از ته چاه میزنه، از اعماق این زمین برای خودش آب در میاره. روی این زمین برای خودش چه ساختمانهای بلندی، چه عمارتهای زیبایی میسازه، یعنی انسان را الله چه قدرتی داده. ببین بقیه حیوانات بیچاره شب جایی ندارند، یا اینکه این پرندگان یه لانه بسیار محقری برای خودشون درست میکنند که گاهی باد و باران خرابش میکنه. بقیه حیوانات را نگاه کنید تو جنگل ها جایی ندارن، یه جایی بسیار معمولی، لباس ندارن، خوراک ندارن، میرن میگردن، گرچه برای اونها هم الله مقدر کرده، ولی سبحان الله انسان را ببین. آخه انسان یک مخلوقی از این مخلوقات است، ولی انسان را الله چه امتیازاتی داده که انسان برای خودش بهترین لباس درست میکنه، بهترین خوراک درست میکنه، بهترین ساختمان را برای خودش درست میکنه. لذا الله می فرماید ولقد مکناکم فی الارض، همانا ما تمکین دادیم، قدرت دادیم شما را در زمین برای سکنا، برای سکونت.
وجعلنا لكم فيها معايش، و قرار دادیم برای شما در این زمین معایش. معایش یعنی اسباب زندگی، معایش یعنی معیشت است، یعنی اون چیزی که سبب زندگی شما میشه، رزق و روزی. شما در همین زمین برای خودتون انواع رزق و انواع روزی، انواع میوجات، انواع خوراکی ها برای خودتون حاصل میکنید و پیدا میکنید. اما در مقابل این نعمت ها شما چقدر شکر گزارید؟ الله گلایه میفرماید قلیلا ما تشکرون، بسیار اندک است آنچه که شما شکر گزار، تشکر میکنید، شما شاکر هستید، کم شما شاکر هستید. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ببین دو نعمت ذکر شد، نعمت اول ولقد مكناكم، اینجا ببین اسم نعمت اول، نعمت دوم وجعلنا لكم فيها معايش، اسباب زندگی و معیشت که برای سبب زندگی هست برای شما ما فراهم کردیم. نعمت سوم ولقد خلقناكم ثم صورناكم، خود شما را ما آفریدیم سپس به شما چه صورت زیبایی دادیم. انسان سبحان الله چه صورتی دارد که از همه مخلوقات زیباتر است. لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم، همه به سر راه می روند اما انسان سر بلند است و راه می روند. همه با دهان غذای خودشون را می گیرند و از روی زمین با دهان می گیرند، اما الله به انسان چنان ترتیبی داده که با دست می گیرد، پاک و تمیز و صاف طیب می خورد و پاکیزه می خورد و اضافه انسان را بقیه می خورند. لذا ثم صورناکم، سپس ما شما را صورت دادیم، تصویر دادیم، زیبایی شکل دادیم. و نعمت چهارم، سپس شما را اشرف قرار دادیم. سبحان الله، همه مخلوقات دیگر را گفتیم که بیایید انسان را تعظیم کنید، ادای احترام کنید، برای این مخلوق سجده کنید. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، سپس ما گفتیم به ملائکه اسجدوا لآدم، شما سجده کنید برای آدم. فسجدوا الا ابلیس، سجده کردند، قبلا خواندیم سجده تحیه، سجده تعظیم و سجده ادای احترام بود، همه سجده کردند مگر ابلیس نکرد. ابلیس مگر از ملائکه بود؟ نه، کان من الجن ففسق عن امر ربه. خب جنات را که خدا دستور نداد، چرا دستور داد؟ ابلیس اون زمان رفته بود در از بس که عبادت کرده بود در زمره و جماعت ملائکه بود، خدا او را دستور جداگانه داد. قال ما منعك ان تسجد اذ امرتك، زمانی که من تو را امر کردم ای ابلیس، معلوم میشه خدا او را جدا امر کرد. فسجدوا الا ابلیس لم يكن من الساجدين، اون از سجده کنندگان نبود، الله او را ملامت کرد. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، چه چیزی تو را من کرد اینکه سجده نکنی وقتی که من رب تو را امر کردم؟ اما ابلیس بیچاره از عرض کنم که تکبر او را گرفت. این ابلیس اسم اصلیش نیست، ابلیس معنیش هست که خلط می کند برای انسان حق و باطل را، تلبیس شما خواندید نه، به این خاطر اینه خلط کننده حق و باطل، حق و باطل را قاطی می کند. شیطان هم که در قرآن بهش آمده، شیطنت به معنی تمرد، سرکشی، به این خاطر که سرکشی و تمرد کرد بهش شیطان میگویند. پس ابلیس هم وصفش هست، شیطان هم وصفش هست، اسمش هست عزازیل، در کتاب ها آمده اسمش هست عزازیل و معنای عزازیل را الله بهتر میداند. مفسرین نوشتن که این کلمه کلمه عربی نیست، کلمه غیر عربی هست،
عجمی هست یا عبرانی هست یا سوریانی هست، فقط این قدر میدانیم که این نام شبیه نام ملائکه هست. یعنی از بس که با ملائکه نشست و برخاست داشت، نامی هم همچون نام ملائکه دارد، عزازیل. لذا الله عز و جل به او گفت که چرا سجده نکردی؟ قال انا خیر من، من از او بهترم، خلقتنی من نار و خلقته من طین، مرا از آتش آفریدی که موجود جوهر نورانی هست و او را از گل آفریدی که جوهر ظلمانی هست. اون استدلالش این بود، الله عز و جل کبر را تحمل ندارد، به همین خاطر آدم متکبر را الله زود میگیره. تو این دنیا گناهکار زیاد هست، گناهکاران زود گرفته نمیشه، اما کسی که تکبر میکنه، غرور میکنه، فورا در جا مؤاخذه میشه. الله عز و جل نبرش توضیح داد که چرا او را اشرف قرار دادم، نه چیزی دیگه. الله عز و جل فورا دستور داد تو تکبر میکنی. در آیه دیگه است، فما یکون لک ان تتکبر فیها، ای بدبخت، برای تو سزاوار نیست که اینجا تکبر بکنی، فخرج انک من الصاغرین، برو بیرون از اینجا، تو ذلیل هستی، تو خودت را میخوای عزیز بدونی، تو ذلیل هستی دیگه، تو عزتی پیش ما نداری. لذا اینجا هم ثمره کبر بیان شده. الله فورا دستور قال فهبت، فا تعقیبیه هست، یعنی پشت سر اون تکبر، بلا مهلت، بدون فرصت، فهبت منها، از اینجا برو پایین. فما یکون لک ان تتکبر فیها، سزاوار نیست برای تو، لایق تو نیست، ای بدبخت، که تو تکبر کنی فیها، در آن، فیها یعنی در آسمان ها. فخرج انک من الصاغرین، برو بیرون، همانا تو از صاغرین هستی، از افراد ذلیل، پست، خار. ببینید الله عز و جل از آسمان ها او را بیرون کرد. قبلا معلوم میشه، مفسرین اینا نوشتند که بین زمین و آسمان حد و مرزبندی نبود. الان مرزبندی هست، اهل زمین نمیتونند آسمان برند، انسان ها نمیتونند. قبلا این مرزبندی نبود، همینطور که کشورها، الان مرز بین کشورها الان درست شده. بعضی کشورها 50 سال پیش، بعضی 100 سال پیش، بعضی 200 سال پیش، خلاصه 300-400 سال پیش این مرزها بود؟ نبود، همه دنیا یکی بود. یک مثلا قدرت از این سر دنیا تا اون سر دنیا حکومت مال یکی بود، فوقش تو این دنیا دوتا بودند. لذا بین کشورها مرز نبود. اون زمان اگر ما بودیم، ما راحت میتونستیم بریم، عرض کنم که برای سفر حج بریم، سوریه بریم، ترکیه بریم، عراق بریم، کجا بریم، کجا، هیچ مرزی نبود. اما الان نه، الان رفتن ناممکن شده، مگر با یک سری از کنم شرایط و قید و بندهایی. همچنین بین زمین و آسمان هیچ مرزبندی نبود، راحت رفت و آمد می شد. به همین خاطر آدم علیه السلام و السلام اینجا متولد شد، در زمین متولد شد، از خاک پیدا شد، و حوا علیه السلام. اما بعدا الله عز و جل اینها را برد به آسمان، اونجا به بهشت برد، در بهشت سکونت داد. پس ابلیس اونجا بود، گرچه جای جنات زمین هست، ولی اونجا بود. پس تو از اینجا برو خارج. لذا ممنوع شد، ممنوع الورود شد در آسمان، دیگه حق نداری اینجا بیای. وقتی که به ابلیس این گفته شد، ابلیس چه گفت؟ قال انظرنی الى یومی یبعثون، بار اله، مرا مهلت بده تا روزی که از قبرها بلند میشوند، حشر میشوند. عصبانی شد که به سبب این انسان من رانده شدم، من ملعون شدم، من باید از این انتقام بگیرم. میدانست که نسل اومیه جایگزین نسل ما میشه در زمین، چون قبلا در زمین جنات بودند و وظیفه اصلی، تکلیف شرعی بر جنات بود،
از این به بعد جایگزین انسان ها میشن، اصل انسان ها میشن، جنات هم هستند مکلفند ولی تابع انسان ها میشن. لذا میدونست که بعد از این اصل جایگاه را در زمین انسان ها میگیرن، ما در حاشیه زده میشیم. لذا خواست که انسان را نگذارد که انسان موفق بشه. این آیات را الله عز و جل به خاطر یاداوری ما انسان ها ذکر می فرماید که ببینید این با شما چه کینه ای داره، چه دشمنی داره، هنوز می خواهی که از این حرف شنوی داشته باشی؟ لذا گفت که انظرنی الى یوم یبعثون، مرا مهلت بده تا روزی که اینها از قبرها بلند کرده می شوند. قال انک من المنظرین، الله فرمود تو مهلت داده شدی، تو از مهلت داده شوندگان هستی، اما تا اون روزی که او خواست نه، الى یوم الوقت المعلوم، وقتش را الله عز و جل معین کرد. ابلیس میخواست که موت بر او نیاید، یعنی او یک بار که بمیرد و دوباره زنده بشه نشود، تا آخر زنده بشه. اما الله فرمود الى یوم الوقت المعلوم، اون وقت معلوم کی هست؟ کی هست؟ سور اول. سور اول وقتی که دمیده میشه، زده میشه، اون زمان همه میمیرد، ابلیس هم میمیرد. پس الى یوم الوقت المعلوم هست که در آیات دیگه. خب از اینجا معلوم شد که در دنیا، بنده این مطلب را انشاءالله به تفصیل عرض میکنم، در دنیا دعای کافر هم قبول میشه. در امور دنیا اگر یک کافری گفت خدایا به من فرزند بده، خدایا سلامتی بده، خدایا مال بده، خدایا باغ بده، مغازه بده، امکان داره دعایش قبول بشه. و من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق. در دنیا میخواد، الله نگفت که دعایش قبول نمیشه، فرمود در آخرت سهمی ندارد. معلوم میشه در دنیا خدا بهش میده، او میگه ربنا آتنا فی الدنیا، خدا در دنیا بهش میده. پس ابلیس دعایی کرد، در دنیا چیزی خواست، الله بهش داد، کامل نداد اما داد. پس کافران مشرکان وقتی بگن دعا بکنیم نخندید. چند روز پیش آقای ترامپ دستور داد که روز یک شنبه همه دست به دعا باشن برای کرونا دعا کنیم. لذا تمسخر نداره. الله عز و جل دعای بندگان کافرش را هم چی میکنند؟ در امور دنیا قبول میکنند، اما در امور آخرت نه، در آخرت اینا عملی ندارند. پس در امور دنیا امکان داره که دعای کافر قبول بشه. حتی کافر نیکی کرده، یک کار نو دوستی، انسان دوستی کرده، همدردی با انسانها کرده، کمکی کرده، این در دنیا دستگیرش میشه، در آخرت نمیشه. قال انک من المنظرین، همانا تو از مهلت داده شدگان هستی. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم، به سبب آنچه که مرا گمراه کردی حتما مینشینم، لأقعدن لأترصد، من حتما کمین میزنم، کمین میزنم برای آنها در صراط مستقیم، یعنی سر صراط مستقیم کمین میزنم. شیطان همیشه معلوم میشه که بعضی وقتا میگن که چرا شیطان در پوست مسلمانان است؟ شیطان خب وعده کرده که در صراط مستقیم قرار، اونی که مشرکه او خودش بر انحراف است، با او کار نداره، اونجا انرژیش را صرف نمی کنه، اونجا نیرویش را صرف نمی کنه، صراط مستقیم می نشینه. پس معلوم میشه که بیشتر سر و کار شیطان با صالحین است، بیشتر سعی میکنه که مؤمنین را فریب بده، سعی میکنه که متقین را گمراه بکنه. لذا لأقعدن لهم صراطك المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم، سپس پیش آنها می آیم از جلو، من بین ایدیهم از جلویشان، و من خلفهم از پشت سرشان، و عن ایمانهم از راستشان، و عن شمائلهم از چپشان. از جلویشان یعنی چه؟ یعنی از جلو میام، سد میشم بین اونها
و بین ایمان، نمیگذارم ایمان بیاورند. جلوگیری از ایمان به آخرت. و من خلفهم، یعنی مشغول کردن به پشت سر، مشغول کردن به دنیا، مشغول کردن از نیکی. و عن شمائلهم، عن ایمانهم، یعنی از نیکی ها جلوگیری میکنم. عن شمائلهم، یعنی به بدی ها و خصال بد ترغیب میدهم. این را مفسرین نوشتند. پس من بین ایدیهم، از جلو میام، یعنی مانع اونها و مانع ایمان میشوم. پشت سر، از پشت سر میام، یعنی اونها را مشغول به پشت سر میکنم، مشغول به دنیا، چون دنیا را همه ما باید پشت سر بگذاریم. اون چیزی که باید پشت سر باید بگذاریم، اونها را مشغول به اون میکنم تا اونها مسیر را نتونم برند. و ان ایمانهم، راست تعبیر به نیکی هاست، یعنی نیکی ها را نمیگذارم انجام بده. و ان شمائلهم، چپ، تعبیر به بدی هاست، یعنی به بدی ها اونها را چی میکنم؟ مشغول میکنم. بله. ولا تجد اکثرهم شاکرین، لذا به سبب فعالیت های من تو نمییابی خدای اکثر اونها را سپاسگزار، اونها شاکر باشن، شکرگزار باشن، سپاسگزار باشن، نمیبینی. الله عز و جل بار دیگر اعلام کرد تو برو فعلا. قال اخرج منها، بیرون شو از آن، یعنی از بهشت و از آسمان. مذعوما مدحورا، مذعوما یعنی ملامت شده، مورد مذمت، مدحورا یعنی هول داده شده، یعنی با ذلت تو را بیرون میکنی. لمن تبعك منهم، البته هر کسی پیروی کند تو را از این انسان ها، لأملأن جهنم منکم اجمعین، حتما حتما پر می کنم جهنم را از شما، از همگی شما، از همه شما من جهنم را پر می کنم، لذا برو. اما الله عز و جل به آدم دستور میده و یا آدم اسکن انت و زوجك الجنه، ای آدم سکونت کن تو و همسرت در بهشت، جای شما فعلا بهشته. فکلا من حیث شئتما، بخورید از هر جایی که میخواهید. ولا تقربا هذه الشجره، نزدیک نروی، نزدیک این درخت نروید. فتکونا من الظالمین، از ظالمین میشوید. این درخت چه درختی بود؟ گرچه مفسرین در رابطه با تعیین این درخت تکلف کردند، هر یک یک درختی نوشته، ولی محققین میفرمایند درختی را که خدای عزوجل مشخص نکرده شما چرا دنبال مشخص کردنش هستید؟ اگر مشخص کردن این درخت خیری داشت، حتما خدا ذکر میکرد که درخت فلان، درخت انجیر، درخت انار، درخت انگور. الله ذکر نکرد، لذا ما هم چرا دنبال چی باشیم؟ مشخص کردنش باشیم. و بعضی نوشتند که این درخت را ذکر نکرد چون درخت هم مخلوقی هست، درخت هم مشغول تسبیح و عبادت الله عز و جل هست. درخت را الله عز و جل ذکر نکرد به دلیل اینکه بعدا در دنیا انسان ها وقتی می دونستن اون درخت سبب اخراج ما از بهشت شده، اون درخت را نفرین می کردند، اون درخت را قطع می کردند، اون درخت را می سوزندند، اون درخت را همیشه بد و بیراه می گفتند. لذا درخت چه گناهی داره؟ به این خاطر الله عز و جل اسمی از اون درخت نبرد. الله که نبرد، ما هم نمی بریم، ما هم دنبال نیستیم که این درخت چی بوده. لذا الله می فرماید ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين، شما نزدیک نشوید این درخت را. بالاکل فیها، یعنی از نظر خوردن. پس اون وقت هر دو از ظالمین میشید، هر دو گناهکار میشید. فوسوس لهما الشیطان، وسوسه کرد برای آنها شیطان، شیطان اونها را وسوسه کرد. در سوره بقره خواندیم این بحث که شیطان چطور اونها را فریب داد. خب لازم نیست، بعضی میگن که آمد به در بهشت اونها را صدا کرد، بعضی میگن در داخل دهن مار قرار گرفت و وارد بهشت شد، بعضی میگن فلان، نه خیر. فوسوسه لهم الشیطان، الله عزوجل این قدرت وسوسه را به اونها داد، وسوسه کرد و با اونها سخن گفت. فوسوس لهما الشیطان،
وسوسه کرد برای آن دو شیطان، لیبدی لهما ما ووری عنهما من سوآتهما، تا اینکه ظاهر کند برای آن دو آنچه که پوشیده شده بود از آنان، من سوآتهما، از شرمگاهشان. الله عز و جل خواست که آن چیزی که از عورتشان پوشیده شده، الله می فرماید شیطان خواست آن شرمگاهی اونها که پوشیده شده بود اونها را چی بکند؟ ظاهر بکند. معلوم میشه که هر کسی که از بهشت بره بیرون باید لباس بهشتی هم در بیاره دیگه. اونجا خدای عزوجل به اونها لباس بهشتی داد، گرچه قصد شیطان تنها در آوردن لباس نبود، اما حاصل و نتیجه این میشه. اینجا نتیجه را ذکر فرموده، لیوب دیه این لام لام عاقبت است، عاقبت این شد، انجام این شد، نتیجه این شد که ظاهر بشه برای اونها آن چیزی که پوشیده بودند از آنها، از عورتهاشان. و قال ما نهاكما، ببین این تشریح وسوسه هست، بنویسید تشریح وسوسه. چه وسوسه خدا شیطان اونها را کرد؟ شیطان این وسوسه را کرد، گفت که خدا شما را از این درخت باز نداشته مگر اینکه اگر بخورید دو تا فرشته میشید، یا اینکه همیشه تو این بهشت ماندگار میشید. خدا نمیخواد شما همیشه بمانید، اگر میخواهید بمانید بخورید، اون وقت خدا هم شما را میگذارد. اینطور وسوسه کرد. و قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره، و گفت نهی نکرد شما را رب شما از این درخت، الا ان تكونا ملكين، مگر اینکه شما دوتا میشوید دوتا فرشته، او تكونا من الخالدين، یا اینکه میشوید از همیشه خالدین، یعنی در حیات ابدی میمانید و همیشه در این بهشت میمانید. و تنها یک گفتن و یک توضیح مطلق نداشت، سوگند خورد. و قاسمهما، برای آن دو قسم یاد کرد، سوگند خورد، ای اقسم و حلف، قسم خورد برای آن دوتا، اینی لکما لمن الناصحین، همانا من برای شما از خیرخواهان هستم، من خیرخواهم، من هرچی میگم خیر شما را میخوام. خلاصه وقتی که انسان در دل شوق پیدا بشه نسبت به چیزی، لذا فراموش هم میکنه و او را میخوره. انسان بدون قصد به طرفش میره. الله میفرمه فدلاهما بغرور، پس آنها را پایین آورد، پایین کشید، یعنی از اون جایگاه بلندشون در بهشت پایین کشید با فریب، با فریب دادن و گول زدن اونها. فلما ذاق الشجره، زمانی که آن دو چشیدن درخت را، بدت لهما سوآتهما، ظاهر شد برای اونها، لباس بهشتی در آمد دیگه، اونها از اهل از بهشت دیگه خارج شدن، ظاهر شد برای اونها شرمگاهشان، عورتشان. و طفقا یقصفان علیهما من ورق الجنه، آن دو گشتند که میچسباندن بر آن، یقصفان ای یلزقان، آنها میچسباندن بر آنها از برگ درختها، از برگهای بهشت برگ میگرفتن و عورت خودشون را میپوشیدن. و ناداهما ربهما، و ربشان ندا کرد آنها را، الم انهکما ان تلکما الشجره، آیا من باز نداشتم شما را از این دوتا درخت، و اقول لکما، و آیا نگفتم برای شما، ان الشیطان لکما عدو مبین، همانا شیطان برای شما دشمن آشکاری هست، دشمن روشن و دشمن آشکاری هست، این دشمن شماست، چرا از این حرف شنوی داشت؟ اما قبلا خدمت شما عرض کردم که اینها فراموش کردن، فنسی آدم ولم نجد له عزما، آدم فراموش کرد، قصد گناه نداشت، اراده گناه نداشت. آدم نبی خدا بود و انبیا از گناه پاک هستند، اما فراموشی آمد و تقدیر الهی هم همین بود. از ابتدا الله عز و جل مقدر کرده بود که اینها روی زمین باشند نه در بهشت.
لذا تقدیر الله این بود که ما بریم بهشت را ببینیم، بچشیم، بعدم بیایم زمین به خاطر خطایی و بعد لذا تلاش کنیم. اگر میخواهیم دوباره اونجا برگردیم تلاش کنیم دیگه خطا نکنیم، دیگه گناه نکنیم، دیگه معصیت مرتکب نشویم. لذا الله میفرماید که و اقول لكما ان الشیطان لكما عدو مبین. آیا نگفته بودم برای شما که شیطان دشمن آشکار شماست؟ گرچه قسم بخورد بنویسید، گرچه سوگند بخورد، اما آدم علیه السلام و حوا چگونه رضایت ربشون را جلب کردن؟ فتلقا آدم من ربه کلمات، شما در سوره بقره خواندید، آدم از سوی ربش کلماتی دریافت کرد. اون کلمات چی بودند؟ اون کلمات الهی به حق فلان و به حق فلان و به حق پنجتن و فلان نیستند، اینها تمام خرافاتند، اینها تمام روایت هایی هستند که انسان ها خودشون به خاطر کسانی که دوست دارند درست کردند. قرآن میگه کلمات این کلمات بودند. القرآن یفسر بعضه بعضا، قرآن خودش قرآن را تفسیر میکنه. قال ربنا ظلمنا انفسنا، آن دو گفتم بر الها ما ظلم کردیم بر جانهای من، ما بر جانهای من ظلم کردیم. و این لم تغفر لنا، و اگر تو ما را نبخشی و ترحمنا بر ما رحم نفرمایی، لنکونن من الخاسرین، ما حتما حتما از زیانکاران می شویم. این دعا را کجا خواندند؟ این دعا را در زمین بودند و خواندند. این دعا را معروف است در میدان عرفات بودند و خواندند. الله عز و جل اجابت فرمود، اما بعد از اینکه اجابت شد بخشوده شدند، بازم الله می فرماید که قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. پایین برید، مگه بالا بودند؟ نه بالا نبودن، این وقت پایین آمده بودن. دو بار خدا دستور اهبطوا داد، یکی اون زمانی که اونها را پایین قرار داد، از بهشت بیرون کرد، آمدن به زمین. بار دوم اینجا وقتی که دعایشون اجابت شد، الله فرمود همون پایین بمانید. اهبطوا به معنی چی هست؟ استمرار است، همون پایین بمانید، الان دیگه به بهشت بر نگردید. چون اجابت دعا معنی شاید این بشه که الان که دعا قبول شد دوباره برگردیم به بهشت، نه، اهبطوا، همونجا پایین بمانید. بعضکم لبعض عدو، بعضی شما نسبت به بعضی دیگه چی هستید؟ دشمن هستید. یعنی شما با هم دیگه دشمنی دارید و این دشمنی، در این دشمنی بتوانید، این یک دشمنی نوع امتحان است، بتوانید موفق بشید. لذا اینم امتحان الهی است. ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، برای شما در زمین محل جای استقرار است، یعنی برای مدتی اونجا استقرار دارید، اونجا سکونت دارید، اونجا زندگی دارید. و متاع، خب اینجا چی بخوریم؟ خدایا در بهشت همه چیز بود، اونجا میوه بود، اونجا خوراک بود، اونجا نهر بود، اونجا جویی بود، اونجا شیر و عسل. و الله میفرمه برای شما اسباب معیشت اینجا هم فراهم میشه. و متاع الی حین، بنویسی اسباب معیشت، یعنی تا یک مدتی اسباب معیشت اینجا هم برای شما فراهم میشه. ولی ببینید ما انسان ها آمدیم و کلا فراموش کردیم هدف خودمون، اول و آخر همین اسباب را قرار دادیم، همین لقمنان را قرار دادیم. نه، این را الله عز و جل خودش تأمین می فرماید، تکفل فرموده تا مدتی به ما نان میده. ولی هدف چیزی دیگه هست، هدف اینجا باید کارهایی بکنیم، اعمالی انجام بدیم که به اون جای اول خودمون برگردیم. لذا الله فرمود قاعده را، قانون را، قانون زندگی را. قال فیها تحیون، فعلا دستور همین است، فیها تحیون، در همین دنیا، در همین زمین زندگی می کنید. و فیها تموتون، همین جا می میرید. و منها تخرجون، و از همین خاک، از همین زمین دوباره بیرون کرده می شوید.
بعدم بیرون کرده میشوید و در بارگاه الله حاضر میشید. اونهایی که مستحق بهشت بودن دوباره برمیگردن، اونهایی که نبودن به جای دیگه میرند. الله همه ما را پناه بده. صدق الله العظیم.